مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما همراه شده. به بیانیه آقای قدیانی می‌پردازیم آقای کاظمیان، اما اجازه بدید با صحبت‌های پدر پویا بختیاری، منوچهر بختیاری شروع کنیم که از زندان صداش رو می‌شنیدیم. درخواست دادخواهی خون جانباختگان آبان رو داره، اما چطور حکومت درخواست دادخواهی یک پدر رو با زندان پاسخ میده؟ واقعا پرسش مهمیه که پیش روی همه نهادهای حکومتی به ویژه دستگاه قضایی و البته شخص اول نظام که همونطور که در پیام آقای قدیانی هم بود مسئول اصلی اون سرکوب خونین بود. من اینجا اشاره کنم که الان 2 سال گذشته از این اعتراض‌ها و سرکوب خونینش، ولی تا حالا هیچ فردی مقام حکومتی به اتهام سرکوب معترضان محاکمه نشده. و نه فقط اون، حتی مثل ماجرای معروف کوی دانشگاه تهران که یک سرباز به جرم روبودن ماشین ریشتراشی محکوم شد، حتی در این اندازه هم یک مقام، یک نیروی امنیتی محاکمه و محکوم نشده. حداقل پاسخگویی حکومت به خون صدها نفری که جان باختن به خاطر اینکه فقط اعتراض کردن به شرایط اقتصادی، و این وقتی دردناکتر میشه که ما این رو مقایسه کنیم با یک نمونه فقط که همین چند روز پیش خبرش بود که یکی از نیروهای امنیتی در فرانسه به خاطر ضرب و شتم معترضان در تظاهرات روز جهانی کارگر 3 سال پیش حالا محاکمه شده و به 3 سال زندان محکوم شده. این تفاوت 2 سیستم قضایی در فرانسه و در جمهوری اسلامی هستش. در حالی که 2 سال گذشته از اون سرکوب خونین صدها نفر جان باختن، تا حالا اصلا حکومت اعلام نکرده که به طور مشخص چند نفر کشته شدن، چه تعدادی زندانی شدن و چه تعداد آسیب دیدن، و کاملا از کنار اون سرکوب خونین گذشته. و نه فقط این، بلکه همونطور که اشاره کردی پدر یکی از جان باختگان یعنی پویا بختیاری رو به خاطر این دادخواهی، به خاطر پیگیری فرزندش، خون فرزندش و البته دیگر جان باختگان مستحق تحمل زندان دونسته. و این نشون میده تا چه اندازه دستگاه قضایی در ایران و فراتر نظام جمهوری اسلامی با مقوله عدالت، انصاف و حقوق شهروندان بیگانه است. این همون چیزی که در پیام آقای قدیانی هم خود مورد تعریض قرار گرفته. در همین پیام آقای قدیانی بخشش گفته میشه که نظام اصلاح ناپذیر هست. چطور توضیح میدید؟ این ملاحظه مهمی هستش. من اینجا اشاره کنم خب به آقای ابوالفضل قدیانی، برای شهروندانی که پیگیر اخباران شناخته شده است، اما برای کسانی که کمتر پیگیری میکنن من توضیح بدم. ایشون از فعالین سیاسی بود که عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، یک جریان چپ به تعبیر خط امامی، اما بعد از انتخابات 88 و البته با رویکردهای اصلاح طلبانه آقای قدیانی به زندان افتاد. چند سال زندان بود، متحمل فشارهای زیادی شد و بعد از آزادی از زندان و البته در پیام‌هایی که فرصت داشت کاملا هدف قرار داده رأس هرم نظام سیاسی در ایران رو و تمامیت جمهوری اسلامی رو. یعنی برخلاف اصلاح طلبانی که معتقد به اصلاح وضع موجودن و معتقدن که نظام جمهوری اسلامی قابل اصلاحه، آقای قدیانی کاملا دیگه حالا معتقد همچنان که در بیانیه‌اش هست که اساساً جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیستش، و این ادعاش رو مبتنی میکنه بر نه فقط شواهد متعددی که فهرست میکنه از سرکوبی که متوجه شهروندان میشه، بلکه میگه ما با یک سرکوب ساختاری روبرو هستیم. اون سرکوب ساختاری همون جاییه که معیشت مردم رو هدف قرار داده و محیط زیست ایران و فقری که متوجه مردم ایران داره میشه. و علاوه بر این که میگه جدای از این که خود مقوله ولایت فقیه و نظام ولایت فقیه سازگاری نداره با دموکراسی، بلکه حالا این نظام و آقای خامنه‌ای خودش رو مستظهر کرده به مجلس خبرگان رهبری، به انتخابات نمایشی، به سپاه پاسداران، به نهادهای امنیتی اطلاعاتی مثل سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، و اساساً مقوله انتخابات رو نمایشی و فرمایشی کرده. و با یک چنین نگاهی تاکید میکنه آقای قدیانی که نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست. و البته مقصر اصلی اون سرکوب خونین آبان 98 رو شخص اول نظام یعنی آقای خامنه‌ای میدونه و تاکید میکنه که آقای خامنه‌ای باید بیاد از مردم درخواست عفو کنه و کناره‌گیری کنه، و اگر یک چنین کاری نکنه طبیعتاً باید بپذیره اون واکنش اجتماعی رو، اون چیزی که حالا پیشنهاد یا ملاحظه راهبردی آقای قدیانی هست و البته کسانی مثل ایشون که از اصلاحات
در جمهوری اسلامی عبور کردن و معتقدن جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست و تکیگاه اونها جنبش‌های اجتماعی است. جنبش‌های اجتماعی که هدف قرار بدن رأس نظام سیاسی رو، تغییر نظام جمهوری اسلامی رو و به شکل خشونت پرهیز و مسالمت‌آمیز برن به طرفی که در نهایت بشه یک رفراندوم تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی رو برگزار کرد. بسیار ممنونم از توضیحات شما مرتضی کاظمی.